خیلی از مادران عزیز ما تصور میکنن که بعد از زایمان دیگه نباید هیچ دردی رو تجربه بکنن بعد از زایمان طبیعی، ولی یک سری از دردها هستش که مادر تا چند روز یا چند هفته امکان داره که همچنان داشته باشه تا سیستم بدن برگرده به زمان قبل از زایمان و بارداری. یکی از این مشکلات پس دردهایی هستن یا همون انقباضات شکمی هستن که مادر بعد از زایمان تجربه میکنه، به ویژه مادرانی که شیر میدن با هر شیردهی این اسپاسم ها و این انقباضات رو تجربه میکنن، که این خیلی هم مثبت هست، خیلی هم خوب هست و نشون میده که رحم داره برمیگرده به سایز قبل از بارداری و زایمان. مادر میتونه با یه سری تکنیک ها با این پس دردها کنار بیاد، با تکنیک های تنفسی که در کلاس های آماده برای زایمان مادر فرا گرفته، تنفس های شکمی که تنفس عمیقی هست که از بینی مادر میگیره، چند ثانیه نگه میداره و آروم با بازدم خالی میکنه اون تنفس و این باعث شل شدن عضلات شکم میشه. استفاده از حرارت و گرما، کیسه آب گرم روی ناحیه شکم بعد از زایمان خیلی میتونه کمک کننده باشه. و نهایتاً استفاده از مسکن‌هایی که تجویز میشه به مادر، که ما همیشه میگیم اگر نتونستی درد رو تحمل کنی میتونی از مسکن هم استفاده بکنی، البته در واقع به اندازه کافی، نه اینکه بیش از حد استفاده بشه، چون خود این مسکن‌ها هم روی سیستم گوارشی و روده‌های مادر میتونه تأثیر داشته باشه. نکته دیگه‌ای که بعد از زایمان وجود داره خستگی مادر هست. خب مسلماً مادر به دلیل شب بیداری و شیردهی نوزادش و مسئولیت سنگینی که بهش واگذار شده خستگی زیادی رو تحمل می‌کنه. حمایت باید بشه مادر، باید یک ساعتی رو مادر بخوابه، استراحت بکنه. همسر ایشون اینجا نقش بسیار مهمی رو دارن، حمایت باید بکنن از همسرشون. مثلا مادری که شیرش رو دوشیده، که توی آموزش ها ما بهشون میگیم اضافه شیرتون رو حتما بدوشین، توی یخچال داشته باشین، حتی مادرای کارمند میتونن توی فریزر داشته باشن شیرشون رو، تا چند ماه این شیر میتونه تو فریزر بمونه. همسر ایشون، مادر ایشون اون شیر رو توی ظرف آب ولرم گرم بکنن، با قاشق یا فنجون به نوزاد بدن، این مادر میتونه تو اون تایم بخوابه، استراحت بکنه، دوش آب گرم بگیره. استفاده از تغذیه مناسب باز توی کاهش این خستگی ها میتونه خیلی موثر باشه. خیلی از مادرها به خاطر خونریزی بعد از زایمانی که دارن دچار کمخونی میشن، خود کمخونی باعث خستگی میشه. بنابراین ما میگیم بهتره که مادر تا 3 ماه بعد از زایمان قرص آهنش رو استفاده بکنه، تغذیه مناسب داشته باشه، تغذیه‌ای که توی اون 500 کیلوکالری بیشتر مواد انرژیزا هستش. هدف ما پرخوری مادر نیست، مواد چرب و مواد شیرین باید کاهش پیدا کنه، ولی موادی که پرپروتئین هستن، کربوهیدرات کافی دارن و انرژیزایی مناسبی دارن برای مادر باید در رژیم‌های بعد از زایمانش لحاظ بشه. حالا یه سری از مادرها که حالا به دلیل تغذیه مناسبی ندارن مولتی ویتامین و کلسیومشون رو حتما تا 3 ماه بعد از زایمان باید ادامه بدن. نکته مهم خواب کافی مادر هست. وقتی شما خواب کافی دارین، آرامش خوبی دارین، استراحت کافی دارین، خودش باعث کاهش خستگی های شما و به دنبال اون شیردهی بهتر و آرامش بهتر شما هستش، به امید داشتن یک زندگی شادتر و سلامتی بیشتر برای شما عزیزان.